خیلی خوشحالم که بار دیگه با شما گفتگو میکنم. خیلی از کوشش های شما هم لذت بردم همیشه، در از این که در رسانه ها همیشه با نوآوری و با پشتکار کار کردید. تشکر میکنم آقای دکتر ماسالی. من از سال 1985 که وارد دنیای مطبوعات شدم، مصاحبات بسیاری با رهبران اپوزیسیون، با فعالین سیاسی داشتم، از شاپور بختیار، از آقای علی مدنی، از شاهزاده رضا پهلوی و اسم هر کسی رو که میخواید بگید، کسی نیست که من مصاحبه نکرده باشم، آنهایی که در عرصه اپوزیسیون قرار داشتن. اما چرا این مطلب رو میگم؟ وقتی زندگی پرماجرای شما رو میخونم، هیچ کدوم از این مبارزان سیاسی رو نمیتونم مقایسه بکنم با آنچه شما کردید. یعنی مبارزات همسویی که به نظر من یک کارنامه بسیار ویژه‌ای برای شما تعیین میکنه. یعنی از در حقیقت حضور در کنفدراسیون یا یکی از پایه‌گذاران کنفدراسیون تا رفتن به پیش قذافی، دیدار با یاسر عرفات، مبارزه مسلحانه در کردستان، همکاری با شاپور بختیار، یعنی در حقیقت مبارزات همسویه‌ای داشتید که من دوست دارم که ابتدا خودتون در آغاز بفرمایید که چه انگیزه‌ای. مصاحبات دیگری داشتید، با منم صحبت کردید که 15 ساله بودید که وارد دنیای سیاست میشید. با چه انگیزه ای شما وارد این داستان شدید؟ البته من به عنوان یک کسی که در حقیقت در حوزه روانشناسی تخصصم هستش، میتونم به شما بگم یک پسر 15 ساله ادراک درستی از دنیای اطرافش نمیتونه داشته باشه. و چگونه شما وارد این میدان شدید؟ با چه انگیزه ای؟ با چه ادراکی؟ بفهمید. بله، من تا اونجایی که به یاد دارم و خودم رو میشناسم، اولا چون من فکر میکنم شما به عنوان کسی که از نظر روانکاوی و روانشناسی هم به مسئله برخورد میکنین، منم در این زمینه یه مقدار مطالعاتی دارم و از جمله پرداختم به تجزیه تحلیل بینش و منش خودم در گذشته و حال. من خودم یه جوانی بودم از منطقه تالش، کوهستان، با یه منطقه باصفا، مردمی باصفا، خیلی باز و شفاف با هم رابطه داشتن و هنوزم این فرهنگ حفظ شده. من خودم موقعی که در دبستان بودم و جنبش ملی شدن صنعت نفت شروع شد، من در حقیقت یک علاقه پیدا کردم، اصلا احساس کردم دارم یه هویت ایرانی کسب میکنم و در نتیجه چون اون فرهنگ تالشی خودم رو با فرهنگ سیاسی خودم قاطی کردم، میخواستم همیشه رابطه باز و شفاف با همه، با دوست و دشمن داشته باشم. و البته به این بعدها تجزیه تحلیلی کردم از رفتارهای خودم، کارهای سیاسی خودم، چون واقعا به این اعتقاد داشتم که یک حرفی میزنیم میگیم من مخالف دیکتاتوری هستم، من یک جامعه آزاد میخواهم. این رو من همیشه جز افکار من بوده از جوانی و حالا هم پس از مطالعات و تحصیلات و اینا هنوزم این صفت رو حفظ کردم که فقط در حرف زدن باقی نمونیم، وارد عمل بشیم. بله، خب چون سوالات بسیار هستش، پاسخ هر سوال خواهش میکنم خیلی خلاصه بفرمایید. پرسش من نیستش که یک پسر 15 ساله که در حقیقت نه تنها از نظر روانشناسی، به طور کلی از نظر جامعه شناسی هم که خودتون دکترای جامعه شناسی دارید، میدونیم که یک پسر 16 ساله به دنبال هویت یابی هست، آف کورس
البته و به دنبال کیستی و چیستی خودش هستش، با تغییرات فاحش در حقیقت بیولوژیکی، روانی و عاطفی و اجتماعی روبرو هست. اما چه درکی از دیکتاتوری داره، چه درکی از آزادی داره، چه درکی از دموکراسی داره؟ این رو میگم نه به خاطر اینکه روی این مسئله ما بخوایم مکس بکنیم، برای اینکه میخوایم پیش بریم، فقط به خاطر اینکه ما این رو قبول داشته باشیم و بپذیریم که جوانهای ما، بسیاری از جوانهای ما در همون سنین شما به دنبال در حقیقت مسائلی میرفتن که تحت تاثیر فضای اطرافشون بود، نه اینکه ادراک درستی داشته باشن. اگرچه همه ما تشنه آزادی هستیم و همه ما به دنبال آزادی هستیم، اما درک درستی از زمان خودشون در همون چارچوب و در همون ساختار رژیم گذشته نداشتن، بلکه بسیاری از شعارهایی که داده میشد، این شعارها در حقیقت ایدئولوژیکی بود، مغرضانه بود، یا در حقیقت حتی اگر هم حقیقت داشت، مبالغه در حقیقت در اون بسیار زیاد بود. قبول دارید این رو؟ بله، من همین نکته رو اضافه بکنم که بعداً مقالات مختلفی نوشتم و حتی به نقد از برخی کارهای سیاسی گذاشتم پرداختم. تنها صداقت، صراحت کافی نیست. ما باید بیاموزیم از نظر علمی مسائل سیاسی. وقتی وارد مبارزه سیاسی میشیم باید بدونیم که هدفهای کوتاه مدت، دراز مدت ما چی هست، نه اینکه فقط با احساسات وارد میدان بشیم و یا با جان گذشتگی، هر چقدر هم صادقانه باشه. من عقیده دارم بعدن، حتی من چون بخشی از زندگیم در مبارزات چریکی گذشته، بعدن نقد نوشتم به این تئوری که جانبازی یعنی چی، شهادت طلبی یعنی چی. این یک تئوری انحرافی بود که در ما رشد کرده بود، حتی در جنبش چپ که مخالف ظاهرا مذهب بود ولی تحت تاثیر فرهنگ مذهبی قرار داشتن. البته اینم باید اشاره بکنیم که فضای اون زمان فضایی بودش که نه تنها ایران بلکه جهان تحت تاثیر این فضای جانبازی و قهرمان پروری داشتش. اشاره کردید به جنبش الجزایر، اشاره کردید به جنبش کوبا، اشاره کردید به مناطق اینچنینین که به هر حال اونها هم همین طرفدار مبارزات چریکی بودن و در حقیقت روی مسئله جانبازی و شهادت، اصلا یه در حقیقت تفکر کانسپتی بودش که غالب بود بر مناسبات سیاسی اون زمان. درسته؟ بله کاملا درسته، تحت تاثیر این مسائل هم قرار داشتیم. و بعدا من وقتی که کار تحصیلیمو در رشته علوم سیاسی و جامعه شناسی ادامه دادم، به این متوجه شدم که ما حتی فعالیت سیاسی یا عضویت در یک سازمان سیاسی باید با دانش سیاسی و با یک چشمانداز دراز مدت صورت بگیره. ما تربیت شده کادرهای احزاب مدرن سیاسی نبودیم. حتی احزاب سنتی ایران که خیلی از افراد رو به مبارزه میکشیدن، خودشون هم در کلاف سردرگم بودن و اشتباهات فاحشی دچار شدن که من به این مسائلم پرداختم. بله، و دوست داریم هم امروز بپردازیم. دوستان عزیز، اتاق فرمان آقای رضای عزیز گوشه هایی از فیلم هایی رو دارن نشون میدن که در داکیومنتری و مستند خود آقای ماسالی هستش. چندی قبل شهر تالش رو نشون دادن که ایشون صحبتشو میکردن در شمال ایران. بله، ما آسیب شناسی در حقیقت این مسئله رو باید بهش بپردازیم و این پرسشی که مکررن تا امروز با در حقیقت عصبیت در نسل جوان مطرح هستش که خودشونو قربانی میبینن، خودشونو قربانی یک انقلابی میدونند که پدر مادرای اونا شروع کردن، هدفشون دموکراسی بوده، ببخشید هدفشون آزادی بوده، ولی جز بدبختی و فلاکت و در حقیقت فاجعه چیزی براشون برمقان نیورده. این شناخت بسیار مهمه، این آسیب شناخت، این آسیب شناسی بسیار مهم هستش که هنوزم همچنان متاسفانه در تفکر بعضی از مبارزین مخالف جمهوری اسلامی، یا حالا بگذاریم از کسانی که در داخل رژیم هستن، منظور من از کسانی هستش که امروز مجدداً مبارزه میکنن برای آزادی و دموکراسی، هنوز اون تفکرات ایدئولوژیکی سیاه و سفید بین رو با خودشون انتقال دادن، حتی بعد از زندگی 40 سال در غرب.
متاسفانه ما هنوز این رو میبینیم، برای همین میبینیم که موفق نشدن که تشکیلی یا تشکلاتی تشکلی یا تشکیلاتی در حقیقت در زمینه همسویی با یکدیگر در رابطه با یک اقدام مشترک انجام بدن. پس برای این برگردیم، حالا دوباره میخوایم برگردیم به اینکه خب شما 16 ساله بودید و تحت تاثیر این قرار گرفتید و بعد میرید به خارج از کشور برای اینکه پدر شما میخواد شما پزشکی بخونین. وقت پزشکی رو رها میکنین میرید دنبال کنفدراسیون. یه مقدار در این زمینه با ما صحبت کنین. بله من پدرم آرزو داشت که به اصطلاح من پزشک بشم و قصد داشت که در همون شمال ایران یه بیمارستان بسازه و در خدمت مردم باشم. و من وقتی که وارد آلمان شدم با عده‌ای از افراد فعالین سیاسی در اون زمان ملاقات کردم و در نتیجه سه سال تقریبا پزشکی رو ادامه دادم، ولی چون اکثرا دنبال سازماندهی جنبش دانشجویی و سیاسی بودم از تحصیل من باز مونده بودم و حتی مسئله کار به جایی کشیده بود که در روزنامه ها و تلویزیون های اون زمان مطرح شده بود و دولت محافظه‌کار آلمان هم تلسدد بود که منو از آلمان اخراج بکنه. و در نتیجه خلاصه خیلی داستان مفصله و من با گرفتن یک وکیل ماهر موضوع رو کشوندم به دادگاه عالی آلمان و بالاخره اقامت من تضمین شد. ولی بعد چون دیدم و حتی پروفسور من با من این مطالب رو در روزنامه میخوند، یه مرتبه منو رو کرد و گفت بابا تو مثل اینکه کار سیاسی میکنی، برو همون رشته کار بکن، پزشکی رو ول کن. و در نتیجه من پزشکی رو ول کردم، رفتم علوم سیاسی و جامعه شناسی اسم نوشتم و با کارهای سیاسی هم ادامه دادم. خلاصه بعد از مدت ها حتی یه مدتی هم تحصیل سیاسی رو ول کردم، مخفیانه وارد ایران شدم، برگشتم، بالاخره تز دکترامو گذروندم و پایان رسوندم. و در نتیجه خلاصه کلام من یک مبارز خودجوش بودم. مبارز خودجوشی که خیلی کارا کردید. شما در آلمان دبیر در حقیقت شورای دانشجویان آلمان بودید، درسته؟ بله. و بعدم 5 بار دبیر کنفدراسیون بودید. بله. یکی از پایه‌گذاران کنفدراسیون بودید، درسته؟ بله، از پایه‌گذاران کنفدراسیون بودم و جنبش دانشجویی بودم. علتش هم این بوده که من همونطوری که اشاره کردم، چون خصلت من این بود که یک آدم باز و شفافی بودم و با حتی با مخالفین خودم سلوک می‌کردم، در نتیجه حتی گروه‌هایی که مخالف من بودن می‌دیدن من صادقانه حرف میزنم و آدم فعالی هستم، رأی میدادن و منو دو مرتبه انتخاب میکردن. در نتیجه 5 بار دبیر کنفدراسیون شدم، مالی شدم، تشکیلات شدم، امور بین‌المللی شدم و در سطح نه تنها دانشجویان ایرانی بلکه در سطح بین‌المللی هم حتی فعالیت داشتم. فیلیپین رفتم، اولانباتور رفتم، مغولستان و خلاصه فعالیت‌های چشمگیری داشتم. بله، فعالیت داشتین در بر علیه جنگ ویتنام و گذشته. ولی سوال اصلی هستش که هدف شما که یکی از پایه‌گذاران کنفدراسیون بودید واقعا چه بود؟ میدونید که کنفدراسیون چه کرد با مردم ایران و با انقلاب و چه نقشی داشت؟ میتونید به ما بگین؟ بله، اولا کنفدراسیون تو زمان انقلاب دیگه نقشی نداشت، برای اینکه چند قبل از انقلاب برای آماده سازی ذهنیت جوان ها و جذب این جوان ها از دانشگاه ها چه کرد؟ آره، کنفدراسیون من میتونم ادعا بکنم که تا اون زمانی که هنوز به انشعابات و گروه بندی های نمیدونم ماویستی و کمونیست تودهی و غیره و چریکی و اینا نینجام میده بود، کاراش خیلی مفید بود، به طوری که یک همبستگی سراسری در میان دانشجویان به وجود آورده بود. ما قریب 30,000 نفر، من تمام اسناد اون زمان هنوز دارم، قریب 30,000 نفر دانشجو ایرانی رو با عقاید مختلف متشکل کرده بودیم و با هم سلوک می‌کردیم و خواستار آزادی و دموکراسی بودیم و در چارچوب قانون هم فعالیت می‌کردیم. ما با دیکتاتوری کلاسیک شاه مخالف بودیم، ولی بعدها این
مخالفت ها منجر شد که یه انحرافات پیش اومد که من از اشاره میکنم که من طرفداری از روی کار آمدن خمینی نکردم و چون خمینی رو چند بار موقعی که تبعید شده بود ملاقات کردم و دیدم که یه آدم بیسواد و احمقیه و مخفی بودم در ایران. وقتی که خمینی از پاریس آوردن وارد ایران بکنن و ازش رهبر درست بکنن، من حتی با رهبران جبهه ملی و خیلی سازمان ها در مخفیگان تماس میگفتم، میگفتم من اینو میشناسم، شما بیهوده اینو ازش یک رهبر درست نکنین، یه مرجع. بعضیا به من میگفتن حتی در مخفیگان پیغام میدادن آقا آخوند چیه، ما ازش تاکتیکی استفاده میکنیم و بعد یه اردنگی میزنیم بره، که بعدا من یه مقاله نوشتم ما تاکتیک زدیم استراتژی خوردیم. درسته، اینم مسئله مشکلات ما بوده در گذشته. درسته، این صحبت که شما میکنید بارها و بارها ما از زبان بسیاری از فعالین سیاسی شنیدیم. من خودم در پاریس بودم اون زمان، در حقیقت در پاریس زندگی میکردم و دختر دانشجویی رو که دوست خواهر من بود در دانشگاه ملاقات کردم و از او پرسیدم که شما وقتی خیلی هم جوان بودم، پرسیدم وقتی شما یه رهبر اسلامی رو دارید اونجا میبرید و ازش حمایت میکنید، فردا حجاب میذاره سرمونا؟ بهم خندید، گفت تو از سیاست چیزی نمیدونی، هنوز خیلی جوانی. همین بحث شما رو کرد، گفت ما فقط از این داریم استفاده ابزاری میکنیم، بعدش ما زورمون خیلی زیادتر از اینها هستش. بله. و یک نوع در حقیقت دلوژن، من از نظر روانشناسی میتونم بگم واقعا مبارزات سیاسی رهبران یا نیروهای سیاسی مثل یک در حقیقت شناوری در دنیای توهم بود. Delusional thinking about the future. یعنی بله. آرزوها و آرمانها و رویاهایی که هزاران فرسخ با واقعیتهای اجتماعی فاصله داشت و اینها بودن که میخواستن سرنوشت ملت رو به دست بگیرن. درسته؟ بله کاملا درسته و منم خیلی میتونم ادعا بکنم برای اینکه اسنادشو دارم که بعد از اینی که بعض خیلی از این اشتباهات خودم رو وقتی مطرح میکردم از دیگرانم انتقاد میکردم، به من برچسب اینی که آقا این خودشو فروخته و نوکر خارجی شده و فلان اینها، برچسبای اینجوری هم میزدن. در حقیقت من عقیده دارم، به همین علت هم هست که من هنون از پایین ننشستم و عقیده دارم ما وظیفه داریم که ناکامی ها و شکست های گذشته رو جبران بکنیم و تجارب خودمون رو به طرز مثبت با یک چشمانداز درازمدت به نسل آینده انتقال باید بدیم. این وظیفه ای ماست. ما نباید، من دیدم بعضی از دوستان من خانه نشین شدن یا سرخورده شدن و شکست خورده. من عقیده دارم من اگه اشتباه بکنم نباید در خونم بشینم، باید در صدد بیام اون اشتباهاتم رو جبران بکنم. درسته، ولی همجور که اشاره کردید در حقیقت یک شک عظیمی بود برای آرمانگراها، برای اونهایی که به قول شما شهادت رو گزینشون شهادت بود و در حقیقت در اون دنیای خیالی خودشون احساس قهرمانی میکردن که من میتونم برم جنگل و با چند نفر ایران رو بگیرم، حکومت رو بگیرم. بله کاملا درسته، مخصوصا اون تئوری چریکی که بعداً اون زمان اوج گرفته بود بعد از جریان کنفدراسیون و اینا بود. مثلا منم با از نزدیک با اونا سر کار داشتم و وسطای کار رابطه‌مو قطع کردم برای اینکه یه مقدار تجربه کسب کرده بودم و بعداً هم مقاله نوشتم و خیلی بهشون برخورد که با چند زن و مرد جنگی ما نمیتونیم مملکت رو نجات بدیم، بلکه این فقط یک فرهنگ شهادت طلبیه با جانبازیه که این مسئله با افکار علمی به اصطلاح هماهنگی نداره. ما باید یه چشمانداز درازمدت داشته باشیم، تنها برای براندازی کار نکنیم بلکه بدونیم چه چیزی میخوایم جایگزینش بکنیم. پس شما یکی از افرادی بودین که در همون زمان به دنبال در حقیقت راهکار جایگزینی هم میاندیشیدید. بله، کمتر ما در حقیقت با این داستان مواجه میشیم که در اون زمان حتی تصویری از این که چه در آینده پیش خواهد آمد
این گروه ها داشتن. هر گروهی فکر میکرد که خودش بر علیه قدرت مینشینه و رقیب رو پس میزنه. ولی هیچ کدوم فکر نمیکردن که خمینی میاد بر همشون غالب میشه. درسته؟ بله، اکثریت همش، من خودم حتی تو نوشته هام آوردم، در خاطراتم آوردم، به بعضی از دوستام اشاره میکردم، میگفتم به سم خودم، البته من نمیگم همه این مشکلات رو حل کرده بودم، و میگفتم دوستان عزیز، آخه ما میخوایم رژیم رو برای چی بندازیم؟ میگفت ای بابا شما حالا فعلا اینا این مسائل مطرح نکن، ما بذاریم اول این رژیم بره، بعدن الله کریم به قول معروف. و این به اصطلاح یه بینش بسیار غلطی بوده که نه تنها در میان جوانای مبارز، بلکه حتی اون رهبران احزاب سنتی حاکم بود که همین باعث شد که فاجعه آفریده شد. یعنی پذیرفتن خمینی به عنوان رهبر، این یه تاکتیک نبود، یک استراتژی اضمحلال و فروپاشی بود که صورت گرفت. بعضی از این گروه ها در حقیقت مثل حزب توده از همون ابتدا با اینکه این حکومت از همون ابتدا شروع به قتل و جنایت کرد، یعنی ما شاهدش بودیم، از همون ابتدا اینها در حقیقت ترور و تروریسم رو علیه ملت ایران آغاز کردن، از سران ارتش، از مخالفینشون، از دگراندیشنشون، از سرکوب احزاب، از کشتار 67، از کشتارهای قبل از 67، از کردستان تا ترکمن صحرا، از جنوب تا شمال، هر دیگر اندیشی رو صداش رو در گلو خفه کردند و یا او رو به سر اعدام بردند. با تمام اینها که از همون ابتدا اینها ماهیت خودشون رو رو کردند، با تمام کشتارها، با تمام اعدامها، با تمام تو دهن زدنهای آقای خمینی به مردم دیگر اندیش، با تمام انحلال احزاب و غیره و بستن مطبوعات و گرفتن و دستگیری و شکنجه و زندان، حزب توده همواره از این رژیم حمایت کرد. چرا؟ بله، من عقیده دارم حزب توده البته منشأ این چیزا این ختمش بود، ولی بعدن جریانات دیگری هم این انحرافات رو ادامه دادن تحت لوای اصلاح طلبان. میخواییم با اصلاح طلبان حزب توده به این علت بود، وقتی تاریخش رو نگاه بکنیم یه حزبی بود اعلام میکرد من کمونیستی هم، ولی در حقیقت یک جریان نوکرمنش فرمانبردار از اتحاد جماهیر شوروی بود. و در نتیجه چون شوروی میخواست در رقابت با کشورهای غربی با خمینی در نظر مصالحه در بیاد، در چه حزب توده هم یه ابزار آلت دست این سیاست خارجی قرار گرفته بود. این عامل اصلی بود و در نتیجه یه عده حتی از اعضای خودش رو هم قربانی شدن در اثر همین سیاست خائنانه که در پیش گرفته بود. ولی بعداً این فرهنگ سیاسی در میان بخشی از جوان ها، مثلا در بخشی از سازمان فدایان خلق رخنه کرد و هنوزم عناصری از اون هستن که میبینی حاضر نیستن دست بردارن از همکاری علنی و یا پشت پرده با امین رژیم. بله، گذشته از حزب توده در همون ابتدای انقلاب ما شاهد این هستیم که نیروهای دیگر سیاسی، در حقیقت همونهایی که ادعای آزادی خواهی میکردن، همونهایی که در دنیای در حقیقت خیالی خودشون آرزوی بهشت برین داشتن و آزادی و دموکراسی، وقتی با چنین جنایاتی روبرو میشن سکوت میکنن. گروههای مختلف، نیروهای مختلف، و بعضی از این گروهها یعنی افراد در حقیقت کسانی که وابسته به خودشون هستن رو ترور میکنن، لو میدن. بله. و این داستانها رو میبینیم ما. بله، در رابطه با زنان، زنانی که در حقیقت نقش عظیمی یا نقش شاخص و برجسته‌ای در خود انقلاب ایفا کردند. بله. وقتی که رژیم بر علیهشون اقدام میکنه باز سکوت میکنند. این فرهنگ رو چگونه ارزیابی میکنید؟ بله، این به نظر من یه جزوه‌ای هم در مورد این که فرهنگ اجتماعی و سیاسی چگونه شکل میگیره، یک جزوه مانندی نزدیک 30 صفحه‌ای انتشار دادم که ناشی از مطالعات سیاسی و روانکاوی خودم هم. که من عقیده دارم این
حاکمیت احزاب سنتی و این سیاست بازی‌های بدون هدف موجب شده بود که یه فرهنگ هم در جامعه شکل بگیره و در نتیجه حتی بخشی از جوونا بدون اینی که خودشون متوجه بشن دنبال روی چنین سیاست‌های سازشکارانه و خیانتکارانه سوق داده شدن، که من عقیده دارم که در مبارزات ما از جمله این است که ما تنها در صدد برطرف کردن قدرت حاکمه کنونی نباید باشیم. یک مسئله بزرگی که باید روی بده اینه که این فرهنگ ارتجاعی و واپسگرانه‌ای که در کشور ما حاکم شده اینو باید به طور بنیادی ریشه‌کن کرد و یک فرهنگ نوینی بنا کرد. بنابراین وظیفه سیاسی ما خیلی پیچیده‌تر و بحرانی‌تر است در آینده. بله، وقتی میرسیم به سرکوب و در حقیقت ابعاد وسیع سرکوبگری این نظام میشه سالهای بعد. بحث من این هستش که از همون سالهای اول که هنوز این نیروها در حقیقت جان داشتن و جانشون رو از دست نداده بودن، منظورم جان فیزیکی تنها نیست بلکه از نظر روانی، روحی و اجتماعی دارم میگم، اینها سکوت کردن. اشاره کردید به بخش فرهنگیش، بخش دیگری هم هستش که حسابگرانه بود این سکوتشون. یعنی حساب میکردن که این انقلاب در حقیقت اولشه، اوایلشه، در حقیقت میتونن خودشون سهیم باشن، میتونن گامهای مثبتی بردارن، یا اینکه اصلا ما خودمون شریک این انقلاب بودیم، حالا این بلا رو سرمون آوردیم، خودمون دیگه احساس گناه میکردن، سرزنش به خود میکردن، یا ایزوله شده بودن، یا احساس افسردگی میکردن، به قول شما یا شاک بودن. به هر حال دلایل روانی اجتماعی بسیاری وجود داشت که چه شد و چه بلایی به سر این نیروها آمد و چه بلایی این نیروها بر سر مردم آوردند. دوست دارم یه مقدار بیشتری در رابطه با ماهیت در حقیقت فهم و شعور و ادراکی این نیروها در رابطه با مناسبات سیاسی، ادراک درستی از مناسبات اقتصادی، ادراک درستی از سیاست، اقتصاد، اجتماع ارائه بدید. به نظر من گروه هایی که بسیاری از این جوان هایی که وارد این داستان شدن، جوان هایی بودن که احساسی و هیجانی بودن و تحت تاثیر شعارهای عوام فریبانه رهبران این گروه قرار می گرفتند. شما میتونید من تصحیح کنید؟ نه، کاملا درسته. من به طور مثال هنوز خوشبختانه از چندین خطر گذشتم، هنوز جان به سلامت بردم، ولی این مسئله را تأکید کردم در خیلی از محافل و در میان دوستان سیاسی که با هم میخواییم به یک راهکار نوینی دست پیدا بکنیم و یا در آینده نگری بکنیم، همیشه اینو مطرح کردم. ما تنها دشمن و این رژیم رو مطرح نکنیم، بیاییم ببینیم که چه مناسبات ناهنجاری در اپوزیسیون کنونی ایران وجود داره که باید باهاش هم مقابله کرد، یعنی از نظر فرهنگی و سیاسی. در نتیجه با هر کسی نباید اتحاد کرد، با هر کسی نباید سازش کرد، به عنوان اینی که و من با این تئوری همه با هم بریم، حالا فعلا جمهوری اسلامی دشمن ماست، بیاییم دست به دست هم بدیم این دشمن، من این سیاست رو امروز قبول ندارم. باید کسانی متحد باشیم، با هم دیگه متحد باشیم که بدونن که با این رژیم با نه تنها مقابله بکنم، بلکه با فرهنگ سازشکارانه تسلیم طلبانه ای که در درون اپوزیسیون هم حاکم بود با اونم مبارزه بکنه و یک فرهنگ نوین جایگزین بشه و یک مناسبات به قول معروف اجتماعی و فرهنگی نوینی در آینده در جامعه تنیه، وگرنه هی نمیدونم دوتا شیخ و برانداختن و از حکومت ساقط کردن، این کار اساسی نیست. بله، پرسش قبلی من بیشتر بر سر ذهنیت در حقیقت گروه های سیاسی پیش از انقلاب و بخشی از این گروه ها که بعدها آمدن و همچنان در حقیقت به عنوان اپوزیسیون فعالیت میکنن هست. ذهنیت در حقیقت جزمی شاید بیشتر بشه بهش گفت، کسانی بودند که
سالها پس از فروپاشی رژیم گذشته به جای اینکه نوک تیز حمله رو بر جمهوری اسلامی، حکومتی فاسد و جنایتکار و در حقیقت نیرنگباز و سوداگر، غارتگر، هر نامی رو که بخواهید کمه بروی این رژیم بنامید، هنوز بحثشون در محافل سیاسی در حقیقت فرستادن سرنیزه به سمت رژیم گذشته بود. این رو چه می نامید؟ جز دینایل، جز انکار، دینایل به مفهوم انکار، جز این که در حقیقت یا این که بیخبر از واقعیت ها هستند یا این که هنوز نمیتونن با واقعیت ها روبرو بشن و در یک دنیای بسته دوگماتیزم به سر میبرن با ذهنی بسته که قادر به تجزیه و تحلیل نیست و قادر به این نیست که یک در حقیقت نگاهی به خود بکنه، یک نگاهی به رفتار گذشته خود بکنه و اشتباهات خودش رو بتونه تشخیص بده، تمیز بده و بعدم از مردم عذرخواهی بکنه. شما با چنین تجربیات خودتون روبرو نبودید؟ بله، من فکر میکنم این یک مسئله خیلی پیچیده و بغرنجیه. بعضیا در صدد بر اومدن که یک نقدی به این مسئله بکنن در مقایسه به اینی که با اون دیکتاتوری کلاسیک گذشته، من اینجوری فرمول‌بندی میکنم، مثلا حتی با شاهزاده رضا پهلوی که ملاقات داشتن در زمان حیات دکتر بختیار و بعد از اون، من اینو خیلی باز و شفاف با ایشون مطرح میکردم که من مخالف دیکتاتوری هستم و در نتیجه با بعضی از رفتارها و کردارهای پدر شما مخالفم، ولی و مسائلی که موجب شده این رژیم بیاد جایگزین اون بشه این تأسف آوره. ما میبایستی راهکارهای جستجو میکردیم که به آزادی و به معنی واقعی دست پیدا بکنیم. اما یک نکته هم در اینجا تاکید بکنم در رابطه با پرسش شما، من عقیده دارم در کسایی که نمایندگی میکردن بعد از سقوط رژیم شاه و نمایندگی میکردن، میخواستن اون سلطنت گذشته رو به قول معروف بازسازی کنن یا ازش دفاع بکنن، خیلی عناصر انگشت شماری بودن که میتونستم به این قضایا به درستی بپردازم. مثلا من خاطره دارم، رابطه خوبی هم باش داشتم، داریوش همایون به طور مثال انسانی بود که بسیار فرهیخته و با منش دموکراتیک میخواست یک رابطه دموکرات منشانه بین طرفداران مشروطه پادشاهی و کسانی که مخالف نظام گذشته بودن برقرار بکنه، ولی محافلی بودن که به نام طرفداری از سلطنت بیشتر مسئله رو خراب میکردن و باعث شد که این مسئله پا نگیره. به طور مثال من مثلا همین مقاله نوشته بودم و هنوزم دارم اون مقاله رو، که ما در جامعه ما با سه تا مشکل روبرو هستیم: حزب الله، شاه الله، مارکس الله. به قول معروف یعنی کسایی بودن که ادعای مارکسیستی میکردن ولی بهتر از اون حزب اللهی ها کار نمیکردن به طور مثال. و این سه تا فرهنگ افراطی به قول معروف و سیاست فرهنگی باعث شد که نتونه یه چیز مناسب و دموکراتیک شکل بگیره. بله، در این حال دوگماتیزم سیاسی مانع از این بود که این افرادی که خودشون رو سیاسیون میدونستن به مفاهیم در حقیقت سیاسی درست شفاف پی ببرند. مفهوم در حقیقت حکومت مشروطه یا پادشاهی شاه‌اللهی نیست. بله. مفهوم جمهوری نمیدونم جمهوراللهی نیست یا مارکس‌اللهی نیست. وقتی اینها رو با هم ادغام میکنند در حقیقت یک مفاهیم در هم تنیده‌ای به وجود میاد که باعث سردرگمی میشه. هیچ فردی نمیتونه بگه که بابا رژیم گذشته این محاسن رو داشته. به محض اینکه میگه، اولین تصور رو در حقیقت برداشتی که در ذهنیت یک فرد چپگرا به وجود میاد، ها
شاه اللهی هستی؟ سلطنت طلب هستی؟ فوری این برچسب رو به شما میزنن. پس بنابراین یک نوع در حقیقت سانسور، یک نوع فشار، درست مثل همون کاری که حزب الله داره میکنه، حالا حزب الله هم از نظر جانی هم از نظر روحی روانی، در خارج از کشور ما میبینیم که این اپوزیسیون تحصیل کرده هوشمند و هوشیار ما که ادعای دموکراسی و آزادی خواهی میکنن، خودشون در درونشون یک حزب الله وجود داره. بارها خود من مورد حمله و آماج این گروه قرار گرفتم به محض اینکه همین سوالاتی که از شما میکنم رو از اینها کردم. من اعتراض دارم به عنوان یک ایرانی به کسانی که رفتن انقلاب کردن و درک درستی از انقلاب نداشتن. من به عنوان یک ژورنالیست اعتراض دارم. من اعتراض دارم با اونهایی که فریاد اقتصاد وابسته رو می‌زدن ولی درک درستی از مناسبات اقتصادی نداشتن. اما امروز بعد از 40 سال همونایی که فریاد اقتصاد وابسته رو می‌زنن مقالاتی می‌نویسن در تایید مناسبات اقتصادی رژیم گذشته. بله. من اعتراض دارم به اونهایی که سیاه و سفید می‌بینن و دربست رژیم پهلوی رو به عنوان 2500 سال رژیم شاهنشاهی نمیدونم استبدادی محکوم میکنن. در کدوم منطقه از دنیا شما 2500 سال دموکراسی داشتید که در ایران انتظار داشته باشید؟ شما خودتون به عنوان فعال سیاسی این در حقیقت شعار 2500 سال دیکتاتوری رو حتما شنیدید، درسته؟ بله کاملا درسته. نه خب اینا یه مقدار وقتی که یه فرهنگ سیاسی آشفته ای در جامعه حاکم بشه، در نتیجه قضاوت ها هم با مبنای شعارها و یا بر مبنای ایدئولوژی هایی که حاکمه در درون گروه ها تعیین میکنه. در نتیجه اینا این مشکل جامعه ما هنوز حل نشده. من در حال حاضرم هنوز مثلا میگم من وقتی که میرم رفتم در مرقی محافل پرچم ایران و شیر و خورشید رو در دست گرفتم، منو گرفتن اتهام کردن که شاه اللهی شدم به طور مثال، در حالی که حتی از تاریخچه تاریخ پرچم ایران اطلاعی ندارن به طور مثال که پرچم ایران شاهی با تاج و با پرچم شیر و خورشید تفاوت‌هایی هم داره، حتی به طور مثال. این در حال اینا مسائلیه که از نظر فرهنگی ما خیلی هنوز در وضع بدی به سر میبریم. یعنی واسه همین هم هست من امروز با خیلی از دوستانم که وارد گفتگوی سیاسی میشیم میگم ما تنها برای برچیدن این نظام نباید کار کنیم، ما یک فرهنگ و یک مناسبات آشفته‌ای که داریم برای این باید با اتکا به کارشناس‌های در زمینه‌های مختلف کار بکنیم و جامعه نوینی برپا کنیم. خود ما، من نوعی مثلا میگم من بیش از 50 سال حساب کردم 57 سال تو کار سیاسی هستم. من کم حساب کردم پس شما 57 ساله، من گفتم 50 ساله. دقیقا من نگاه کردم عمرم و پرونده سیاسی رو نگاه کردم، دقیقا 57 سال من تو کار سیاسی بودم و در نتیجه من نمیتونم ادعا بکنم گویا عقل کل هستم، راجع به همه مسائل میتونم نسخه بنویسم. ما باید این فروتنی را داشته باشیم. من ممکنه در سازماندهی در بعضی مسائل یه تبحری داشته باشم، این تجربه خودم رو باید انتقال بدم به نسل جوانی که خیلی شکوفا فکر میکنه ولی از بعضی تجربیات برخوردار نیست. خیلی مهم هستش، به خاطر همین هم من دوست داشتم برنامه رو با شما داشته باشم که این جوانهای ما اگر این برنامه رو میبینن، هم اینکه پی ببرن که این افرادی که آمدن وارد مبارزه شدن از کجا میامدن، چگونه وارد این داستان شدن و چگونه تحت تاثیر فضای حاکم قرار گرفتن، چگونه تحت تاثیر فضای جهانی ایدئولوژیکی قرار گرفتن یا مبارزات چریکی قرار گرفتن و چگونه تجربه آموختن از فاجعه انقلاب و چگونه خط مشیشون رو تغییر دادن. البته شما یکی از نادر افرادی هستید که این خط و مش رو در حقیقت میفرمایید که تغییر دادید. با بسیاری از این افراد که من صحبت میکنم هنوز اون نگاه دوگماتیزم رو نسبت به در حقیقت تحلیل و نقد سیاسی دارن. من قبل از اینکه اینو ادامه بدیم یه پرانتز میخوام باز بکنم، چون خیلی دلم خواست ازتون سوال بکنم که شما رفتید پیش آقای قذافی و ایشون از شما دعوت کرد که برید پیش قذافی.
ایشون رو از کجا میشناختید؟ از طریق یاسر عرفات؟ من اصلا قذافی رو هیچ نه باش تماس داشتم نه فکر میکردم که اون اصلا مایل باشه با شخصی من، چون فعالیت میکردم در یه آدمی بودم که با در صدد بودم تحت تاثیر انقلاب کوبا و الجزایر و غیره، سعی میکردم با تمام جنبش های آزادی خواهانه در منطقه خاورمیانه و آفریقا رابطه برقرار کنم. در نتیجه رفته بودم حتی تو یمن جنوبی با سالم روبی علی رئیس جمهور اونجا هم ملاقات داشتم. رفته بودم کمک های دارویی به مثلا بکنم به مردم اونجا و با فلسطینی ها رابطه داشتم، یاسر عرفات و غیره. اینا مجموعه منو بدون این که من اطلاع داشته باشم گرفته بودن، منو خودشون معرفی کرده بودن به قذافی که یه همچین آدمیه، طرفدار مصدقه و فعالیت میکنه برای جنبش های آزادی بخش. حتی چند سالتون بود آقای مصدقی؟ من اون موقع تقریبا میشه گفت دعود 30 سال 35 سالم بود. بله، پس در این زمان شما دارید با رژیم گذشته مبارزه میکنید، با یاسر عرفاتید، با نمیدونم جنبش الجزایر هستید که در زمان رژیم پادشاهی. من در همون حدودایی که با کنفدراسیون دیگه دبیر نشده بودم دیگه رفته بودم خاورمیانه و کوشش میکردم با جنبش های مثلا از ماندلا پشتیبانی میکردم. ماندلا تو زندان بود اون موقع؟ بله، و مثلا از بنبلا دیگه همه اینا الجزایر. بله، همه الجزایر، کوبا دیگه، نمیدونم آفریقای جنوبی. خب حالا 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 بعد رفتید پیش آقای قذافی، چی شد؟ از ایشون کمک‌های مالی و تسلیحاتی خواست؟ من تعجب کردم یک مرتبه یکی اومد از فلسطینی‌ها به من گفت که آقای الرئیس قذافی شما رو دعوت کرده بریم باهاش ملاقات کنیم. من اصلا تعجب کردم. گفت که بلیت درجه یک هم فرستاده، برو ویزا بگیر و سفارت منتظرته، برو ویزا بگیر و برو اونجا. من اصلا تعجب کردم. خلاصه رفتم دیدم خیلی از من استقبال کردن و بلیت گرفت به من دادن و من با فرست کلاس با قول معروف درجه یک پرواز کردم رفتم تریپولی لیبی و تازه به قدرت رسیده بود، کویتا کرده بود و اینا. منو بردن در یه هتلی کنار دریای مدیترانه، خلاصه جای لوکس و فلان اینا. بعد تا 3 هفته طبق فرهنگ اون کشور که اصلا وقت و این چیزا معنی نداشت، 3 هفته من تو اونجا معطل بودم. ای هر روز غور میزدم میرفتم دفتر اونجا میگفتم آقا منو دعوت کردین برای چی اینجا من اومدم؟ یارو میگفت مگه تو این هتل ناراحتی خوب نیست؟ گفتم من آدم مبارزی هم، من نیومدم تو هتل لم بدم. خلاصه بلا فاصله آجدان قذافی اومد و بعد از 3 هفته اول منو برد با وزیر دفاع ملاقات کردم، بعد رفتم با خود قذافی ملاقات کردم. اینا براشون جالب بود. یه مرتبه میگفتن ما طرفدار ناصریم ولی به مصدق هم احترام میذاریم. تو مثل این که تو حتی به عربی میگفت شباب المصدق، یعنی جوان مصدقی هستی. بعد ما میخواییم با شما رابطه داشته باشیم. بعد از من پرسیدن، من حالا همون زمانم شروع کرده بودم فعالیت های چریکی با چریک های حمید اشرف و اینا هم فعالیت ها شروع کرده بودم. و از من پرسید خیلی باز، چرا تو سالن نشسته بود، میگفت چی میخوای؟ من گفتم که پول و اسلحه. آره، من خیلی باز و آشکار گفتم اسلحه میخوام، امکانات مالی میخوام. این اصلا من تعجب کردم. بلافاصله همونجا به آجودانش میگفت هر چی میخواد در اختیارش بذار. بعد منو بردن پایگاه نظامی خودشون در تریپولی، یهو دیدم از این موشکایی که نزدیک 5-6 متر طولش بود اینو به من نشون دادن، میگفتن اینم میخوای؟ من گفتم من این موشک کجا ببرم با خودم؟ خلاصه گفتم نه، من فقط اسلحه سبک میخوام، اونم از آفریقا، من نمیتونم حمل کنم ببرم. خلاصه از طریق فلسطینی ها آوردن تو عراق به من تحویل دادن
بعد من از اونجا بخشیشو تحویل چیز دادم. خلاصه این چریکای فدای خلق. چریکی فدای خلق. اون وقت به جنگلیان دادین اون موقع؟ همزمان با جنگلیان بود دیگه با جنبش جنگل. جنبش چیز بود. سیاهکل. آره ولی جنبش جنگل با میرزا کوچه‌خان اشتباه. نه منظورم سیاه کرده. بله بله سیاه. اون سیاهکل نه اونا جداگونه من اونا اتفاق دیگه اتفاق افتاده بود که من تازه با چریکا با حمید اشرف و اینا رابطه برقرار کردم. یعنی اونا را من هنوز نه کمک مالی نه از تسلیحاتی باشون نکرده بودم. خب بعد چیکار کردین با این پول اصلا؟ حتی من اینا رو میبردم دم مرز تحویل رابطه چریکای فداخان میدم و حتی نامه رو تو کتاب خاطراتم چاپ کردم که حمید اشرف نوشته بود که به اون مرد سخاوتمند بگویید که به ما کمک بیشتری بکنن. آقای مسالی چون فرصت کم داریم یه سال دیگه هم وقت این پول اسلحه رو اینا چیکار میکردن باهاش؟ اینا رو ما دادیم مبارزه میکردن علیه رژیم پادشاهی؟ اینا را تحویل دادیم خیلی آرمان خواهانه ولی میخوام بگم ساده لوحانه که ما این یه همچین کاری کردیم در تحویل چریکای فداخر دادیم. بعدا رابطمون با چریکا به هم خورد برای اینکه دیدیم اینا ضمن اینه که جانبازی میکنن و فلان با اون تئوری چریکی زدن دو سه نفر از افراد خودشون رو هم کشتن. درست. و در نتیجه رابطه رو با اونا قطع کردیم. بله بله خیلی خیلی واقعا داستانای اینا رو که دل آدم به درد میاد واقعا. بله. به خاطر این جوونها این به خاطر این جوونهای پرشور و معصوم و احساساتی و هیجانی ما که قربانی این سازمان ها شدن. بله هنوزم چه جانها که فدا شد. بله به خاطر رهبران بعضی از رهبران وابسته اینها حتی از این چریکای فدایی میخواستن که از شما برین که با رابطشون بشین با شوروی. درسته؟ بله بله اونم نوشتم. بله. من اصلا ما نقد داشتیم به شوروی اینا به من به ما یهو اومدن به اصطلاح دستور تشکیلاتی بدن. ما گفتیم آقا این چه سیاست شما از یه طرف طرفداری از چین میکنین بعد میگین محرمانه برین با شوروی رابطه برقرار کنین بعد رابطه رو برقرار کردیم به رابطه خودمون هم با اون همه اینا به هم زدیم اونا رو تمام در فرصت کوتاه با نهضت مقاومت هم همکاری داشتید با شاپور بختیار کوتاه یه دقیقه چون فرصت ما کمه دو دقیقه میخوام بله. چند تا شاپور بختیار رو من تو اون چون نقد داشتم به جبهه ملی با اون کارهای سنتیش که دنبال روی خمینی شده بودن شاپور بختیار که در حقیقت رفته بود یک کار شورشگرانه ای شروع کرده بود از درون جبهه ملی من بلافاصله باش تماس گرفتم و به من نامه هم نوشت و که خیلی خصوصی که به من اطمینان داشته باشین من در راه دموکراسی قدم برمیدارم و اینا باش ملاقات داشتم و خواستارم و اعلام کردم که حاضرم با شما همکاری بکنم که البته من همینجا کوتاه بگم منم خیلی چون با همون روحیه و اخلاقیات خودم به دکتر شاپور بختیارم در یه جلسه علنی نقد کردم گفتم یه عده آدمای ناجوری هم دور و بر تو جمع شدن که باید از اینا دوری بکنی. شریفترین سیاستمدار تاریخ ما به اعتقاد من شاپور بختیار بود. بسیار در مرتبه بالاتر از مصدق. کاملا کسی بود درست. که جانش رو فدا کرد کسی که به شفاف بود، حقیقت طلب بود و با صداقت بود. با شرفکندی و قاسملو هم همکاری داشتید سه سال مبارزه مسلحانه در کردستان. خیلی جالبه. سه سال من در کردستان علیه جمهوری اسلامی مقاومت کردم. یه گروه تشکیل داده بودم که در درجه اول دکتر قاسملو و شرفکندی با من همکاری میکردن و حمایت میکردن و من حتی با حمایت اونا یک بار مسلحانه مخفی از کردستان رفتم تا شمال که در اونجا عملیاتی هم علیه جمهوری اسلامی انجام بدیم ولی موفق نشدیم. بعد مجبور شدم دو مرتبه مخفیانه برگردم به کردستان. خیلی شما شانس هم داشتید آقای دکتر. شما وارد ایران میشید در شرایط بسیار حساس و بحرانی سیاسی، پاسپورت خودتون جعل میکنید، ویزا رو خودتون جعل میکنید، وارد میشید با قطار کسی هم نمیفهمه. بعد میرید تو ایران. بله البته این مقدار یک کمی شهامت بود، یک مقدارم تدابیرم بود. یاد گرفته بودیم که چجوری به در شرایط ترور اختناق کار کنیم، فعالیت کنیم.
این از این. حالا ما فکر میکنم که آقای رضای عزیز در اتاق فرمان. چند دقیقه فرصت دارم من؟ 4 دقیقه؟ 2 دقیقه فرصت داریم. پس نمیتونم، سوالات مکرری داشتم، حالا در یه برنامه دیگه چند هفته دیگه بازم شما رو دعوت میکنم این بحثا رو ادامه بدیم. اما برگردیم به جوانان ما، به جوانان مبارز ما، جوانانی که در حقیقت در یک زندان بزرگ به نام جمهوری اسلامی در دنیای سرکوب و خفقان و فساد به سر میبرند، با تمام وجود چالشگری میکنند و به دنبال آزادی هستند. شما در عرض این 57 چه آموختید که به این جوانان امروز هدیه کنید؟ بله، من یکی از کارهایی رو که مسئولیتایی که قبول کردم الان در ارتباط با بعضی از رفقا، به اصطلاح تدابیر، به اصطلاح کار آموزش سیاسی، اینی که در شرایط ترور اختناق چگونه باید مبارزه کرد، دوم از اینی که خلاصه مطالبی رو باید انتشار بدیم، انتقال بدیم به نسل جوان، چه نباید کرد، یعنی آسیب شناسی گذشته، و چه باید کرد، و این مسئله رو خیلی باز و شفاف با یک چشمانداز دراز مدت باید مطرح کنیم. اینجوری نباشه که فقط با شعار مرگ بر این مرگ بر اون و یه جوون و پار بیاریم وارد میدان بشیم، بعد به قول معروف و در مبارزات ناکام بشن. ما این تجربیات و ناکامی‌های خودمون رو، دلایلش رو خیلی باز و شفاف باید به نسل جوان انتقال بدیم و در ضمن هم کوشش بکنیم یک اون چیزی رو که آموختیم اونم انتقال بدیم به نسل جوان. به سایت آقای دکتر ماسالی سر بزنین در اینترنت. سایتتون رو بفرمایید فوری، آدرس اینترنتتون، آدرس وبسایت دارید یا ندارید؟ بله، آدرس اینترنت که من نمیدونم شما اونجا دارین یا نه. خب حالا دیگه فرصت نیست، باشه. آره، سرچ کنید در همون. آره، امیدوارم حالا جالب زندگی بسیار پرما، امیدوارم یه مرتبه همونجا حضورا خدمت شما برسم. انشالله منتظرتون خواهیم بود. همه شما نازنینان رو به خداوند بزرگ میسپارم. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. مرسی آقای دکتر ماسالی. تا هفته آینده، خدا نگهدار. مرسی، درود بر شما. درود بر شما.